سلام خدمت بینندگان کانال پرشین هندی من. اخیراً یه گجت اومده به بازار که اگر واقعاً کارایی و توانایی لازم رو داشته باشه به نظرم میتونه به عنوان یکی از بهترین گجت هایی که تا الان مطرح شده معرفی بشه. این گجت مخصوص مینی فرز هست. البته قیمتش یک مقدار زیاده اما باید دید که چطور عمل میکنه. امروز میخوایم گجت تبدیل مینی فرز به مولتی تولز یا فرز همه کاره رو بررسی بکنیم. البته بهش فرز چند کاره هم گفته میشه. بعید میدونم که به هر مینی فرزی بخوره، اونم به دلیل تفاوت قطر گلویی مینی فرز ها هستش. به همین خاطر من هر سه مینی فرزی که اینجا داریم رو آوردم تا ببینیم که برای کدوم یکی به راحتی سوار میشه، تا اگر این گجت واقعا کارایی داشت و شما خواستید اینو تهیه بکنید بدونید که بر روی چه مینی فرز هایی نصب میشه و بر روی چه مینی فرز هایی نصب نمیشه. در برنامه امروز تمام نقاط مثبت و منفی این گجت رو میخوایم با هم بررسی بکنیم، پس جایی نرید و تا آخر برنامه با من همراه باشید. در بسته‌بندی گجت این قطعات رو میتونید ببینید: آموزش نصب، قطعه ثابت که بر روی گلویی نصب میشه، بلبرینی که قسمت لنگ رو ایجاد میکنه و این هم قطعه‌ای که باعث ایجاد نوسان میشه و تیغه ها هم بر روی همین قطعه نصب میشن. یه نکته بسیار خوبی که این گجت داره اینه که همراهش دو عدد تیغه و همینطور یک عدد هم سنباده میادش. این تیغه ها باید جنس کارباید باشن تا بتونن بسیار خوب عمل کنن و قیمت بسیار بالایی هم در بازار دارن. البته طبیعتاً تیغه هایی که همراه با این گجت هست خیلی با کیفیت نیستن. یا آچار آلن، دو عدد آچار معمولی، یک عدد واشر، مهره قفل کن، بلبرینگی که به صورت لنگ میچرخه و این هم قطعه‌ای که باعث ایجاد نوسان میشه. بلبرینگ این داخل میره و با چرخش شدید باعث ایجاد نوسان میشه. چهار عدد خار اینجا قرار داره که تیغه ها به این شکل بر روی خارها قرار میگیرن و با مهره که روش بسته میشه کاملا فیکس میشن. خب بر روی مینی فرز، خب اگر دقت کنین اصلا بر روی مینی فرز توسن پلاس بسته نمیشه. دقت کنین بچه ها، من همیشه اینو خدمتتون عرض کردم که این مینی فرز توسن پلاس یه سر و گردن از باقی مینی فرزها بالاتره، اما تولیدات یکی دو سال اخیر توسن پلاس دیگه مثل سابق نیست و دیگه اون کیفیت گذشته رو نداره. اینو دقت بکنید. خیلی از دوستانی که الان میرن و مینی فرز توسن پلاس رو تهیه میکنن از این ناراحت هستن که چرا کیفیت گذشته رو نداره. پس اینو دقت بکنید که مینی فرز دیمردار توسن پلاس دیگه کیفیت گذشته رو نداره. یکی از محسنات بسیار خوبی که این مینی فرز داشت کیفیت ساخت بسیار بالاش بود. همینطور اگر دقت بکنید متوجه میشید که چه گیربکس بسیار بزرگی داره. وقتی با این مینی فرز مقایسه کنید تازه متوجه میشید که این مینی فرز رو میشه جزء فرزهای متوسط هم حساب کرد. اما متاسفانه حیف که دیگه کیفیت گذشته رو نداره. خب مینی فرز DCA. این مینی فرز کپی طرح بوش هست و بسیاری از برندها همین طرح یعنی کپی بوش رو زدن. خب به نظر به این که میخوره. پس بر روی مینی فرز هایی که گلویی متوسط نه کوچیک دارن به راحتی نصب میشه. خب این کاملا فیکس شد. قسمت آچارخور ظاهرا باید به سمت بالا باشه. یکی از این تیغه ها رو باز میکنیم. حتما سعی کنید مینی فرزتون دیمردار باشه. دیمردار نباشه یک دفعه با سرعت و گشتاور بسیار بالای مینی فرز شروع میکنه به حرکت کردن. دیمر مینی فرز رو بر رو شماره یک بذارید و تست کنید ببینید که اصولا چطوری حرکت میکنه و بعد آروم آروم دیمر رو بیشتر بکنید. خب طبیعتا خیلی نمیشه از این انتظار داشت. مهره 12 یکی از مهره های بدقلقه که آچارش واقعا کم پیدا میشه. خب این کاملا فیکس شد. عینک ایمنی رو به هیچ وجه فراموش نکنید.
دیمر رو بر روی عدد یک میذاریم. خب این گوشه ها رو من یه مقدار گریس میزنم. قسمت های اضافه ای که گریس خورده رو پاک میکنیم. بریم به صورت عملی تستش کنیم ببینیم که چیکار میکنه. خب اون تیغه ها مخصوص آهن نیستن، مخصوص چوب هستن. بریم اینو تست بکنیم. چطور بود به نظرتون؟ این تکه های چوبی هستش که تونست ببره. اینم سطح مقطع برشیه که زده. اگر دقت بکنین رد تیغه هست. خب البته این به خود گجت ربطی نداره، اگر یه تیغه با کیفیت بروش نصب بشه باید دید که اونجا چی کار میکنه. بریم تاس و ماته لرزون رو هم تست بکنیم. طریقه ساخت این سوماتای پشتکرکی هم که داخل برنامه با هم دیگه درست کردیم. به راحتی میتونیم سوماتای پشتکرکی رو بسازید و نرید نخرید. بعد اینکه پد سوماته رو نصب کردین، حالا باید سوماتای پشتکرکی رو روش بذارید. خب این کاملا سرجش فیکس نشده. از این گوشه حتما باید ببینید که اون 3-4 عدد خاری که داره حتما سر جاشون فیکس شده باشن، چون دفعه اول فیکس نشده بودن. کارش خیلی بد هم نبود. متاسفانه قیمتش یک مقدار بالاست. تو بازار الان دارن بین 300 تا 450 تومان اینو میفروشن که طبیعتاً قیمتش بالاست، چون به اون صورت قطعه خاصی نداره و تیغایی هم که همراهش هستش خیلی بیکیفیت هستن. اما برای کسایی که دوست دارن یه همچین ابزاری داشته باشن و یا کسانی که برای کارهای محدود به سوماته لرزون نیاز دارن، من پیشنهاد میکنم که این ابزار رو تهیه بکنن. امیدوارم فروشنده‌های ابزار و یا اونی که داره تو بازار پخش میکنه قیمت رو یه خورده متعادل‌تر بکنه و به قیمت واقعی، یعنی قیمت پایین‌تر، به مردم بفروشن. خب دوستان عزیز، هر تجربه یا پیشنهاد یا انتقادی که در مورد کار با این گجت دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید تا دیگر دوستان هم از تجربیات شما استفاده بکنن. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.